درود به هممیهنان عزیز، امروز پنجشنبه 5 دی با خلاصه اخبار آواتیله در خدمت شما هستم. هواپیماهای اسرائیل بار دیگر پایگاه‌های سپاه تروریستی قدس ابوکمال در شرق سوریه را بمباران کردند. به گفته منابع آواتیله تاکنون 5 نیروی سپاه تروریستی قدس کشته و چند تن دیگر نیز زخمی شدند. بهرام بیضایی نمایشنامه نویس و کارگردان مردمی سینما و تئاتر در نامه ای از 3 مجموعه کانون کارگردانان سینما، هنر و تجربه و موزه سینما خواسته برای زادروزش که با 49 روز درگذشت کشته شدگان اعتراضهای اخیر همزمان شده جشنی برگزار نکنند. بنا به گزارش رسیده در 24 ساعت گذشته از اون اتفاقی شتاب زده در سازمان حفاظت اطلاعات ناجا صورت گرفته است. بنابراین گزارش علاوه بر پاسدار احمد عبدالله زاده رئیس حفاظت اطلاعات ناجا در شیراز، 35 مدیر میانی صاحبان ناجا برکنار شدند. نرگس محمدی که در زندان اوین در اعتراض به کشتار معترضان در آبان ماه در زندان اوین تحصن کرده بود به زندان زنجان منتقل شده است. به گفته همسر وی علاوه بر خانم محمدی، منیره عرفشاهی، آتنا دائمی، سبا کردعرفشاهی، یاسمین آریانی، مژگان کشاورز، سمانه نوروزی مرادی و سهیلا حجاب متحصن شدند. سفیده قلیان عنوان کرد آمنه سادات ذبیح‌پور خبرنگار صدا و سیما در روند شکنجه و اعترافگیری از زندانیان حضور داشته است تا پس از ساعت‌ها شکنجه جسمی و روحی متنی را که از قبل آماده کرده بود برای خواندن در مقابل دوربین در اختیار ما بگذارد. پروفسور استیو هنکه با نشر کلیپی از صحنه‌های سرکوب مردم توسط مزدوران خامنه‌ای خائن از قیام مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی حمایت کرده و نوشت جنگ برای آزادی هرگز تمام نمی‌شود. در یک پیروزی دیگر برای مردم عراق و به گزارش رسانه‌های عربی پس از عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق، برهم صالح رئیس جمهور نیز استعفای خود را به پارلمان این کشور تقدیم کرد. در حالی که انتقال نرگس محمدی به زندان زنجان با ضرب و شتم و اجبار توأم بوده است، وی در نامه‌ای نوشته است از فریاد بر سر ظلم دست بر نخواهم داشت. مزدوران رژیم خامنه‌ای خائن با استفاده از یگان ویژه و هلیکوپتر در قبرستان بهشت سکینه کرج حاضر و به مردم حمله کردند.